با بچه چه نسبتی دارین مادرشین؟ من زنموشم، مادرش فوت کرده. باباش کجاست؟ نمیدونم، بر نمیداره، گوشیشو جواب بده میفهمم کدوم گوریه. بریم بیمارستانی که توش پرونده داره، اونجا وضعیتشو میدونن. ببخشید اما باید این تلفن رو جواب بدم. متاسفم آقا، نمیتونم بذارم با تلفن حرف بزنی. وقتی رفتیم کلانتری و هرکی خواستی زنگ میزنی. زود باشی، سری 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 سری، مراقب باشی، یواش، زود باشی، سری تر. خدایا خودت بهمون کمک کن. آی موجلا، گنش کجاست؟ حالش خوبه؟ بردنش اونجا. آخه چی شد؟ من که نفهمیدم موجلا. ببینم، میگم نکنه بچه ها موقع بازی اشتباهی واسه شوخی برای سرش آورده باشن. سرها چی داری میگی؟ بچه ها قراره چی کارش کنن ها؟ اگه نفسی اوی چی شده؟ اون که طوریش نبود. عجبا، وقتی اومد خونه ما سالم بود، اونجا مریض شداره؟ این بچه مریضه دیگه، از کجا معلوم دو دقیقه بعد چی میشه؟ انگار خبر نداره. بفرما، چقدر گفتم برامون درد سر میشه؟ کو گوشش نبا، حالا بیا جوابگو باش آقا. میداشم زنگ زدی، خبر داره ها؟ بهش گفتی؟ آره زنگ زدیم، بر نمیداره، اما تیری پدری میاد واسه من. عین خیالش هم نیست بچه زنده است یا مرده. هنداخ رو سر بابا. آخ بسه موجلا، تو به استاد یا منم زنگ بزن، من میرم پیش بچه. تفلکی تک و تنه تو اتاق بیمارستان خوابیده، بودو بهش زنگ بزن خبر بده. باشه خدایا خداوندا، بودو برو پیشش، انگار 100 سال دکتره، برو عملش کن. استاد یمان، گوشیتون زنگ میزنه. گوشی من؟ بیاین اینجاست. ای وای، خدا به خیر کنه. بله سلام عمو یمان، ببخشید این وقت شب مزاحمتون میشم. ما الان بیمارستانیم، زودتر خودتونو برسونید. گونش داری شده؟ بله یکم حالش بد شد، والا ما که نفهمیدیم از چیه. عمو جان کدوم بیمارستان؟ براتون لوکیشن میفرستم. خوبه دخترم؟ لوکی موکی چیه؟ من از این چیزا سر در نمیارم، آدرس بده لطفا. چیز دیگه، بیمارستانی که گونش توش درمون میشد. الان میام، همین الان. استاد خبریه؟ گونش رو بردن بیمارستان. شما چیز کنین، اینجا رو تمیز کنین، بعدش هم برین خونتون. دکترش کیه؟ بچه قبلا تحت درمانی کی بوده؟ دکتر سونا، سونا آذر. وضعش خوب نیست، با دکتر سونا تماس بگیریم، بگین زودتر بیاد. چشم دکتر. شناسنامش پیش من نیست، پیش باباشه. بگین بیاد. ای راست میگی، چطور به عقل خودم نرسید؟ زنگ میزنم بر نمیداره. بیا دیگه بهش زنگ بزن، شاید برداشت. 50 بار شد. خاله حسیبه از اینکه یه مدت دیدنش نمیری ناراحته، برای همین باهاتون تماس گرفتم، مزاحم شدم. مراهمی، این روزا سرمون خیلی شلوغه، وگرنه هر روز میومد. متوجهم، اما حداقل هفته یکی دو بار بیاین، یه چند دقیقه کنارش باشین، همین براش کافیه. سعیمو میکنم، بابت توجهتون ممنونم. خواهش میکنم. با اجازه، خدا نگهدار. سونا خانم، بیمارتون گنش بلوک باشی آوردن، حالش وخیمه، منتظر شما. باشه. موجلا، این دختره گفت حالش وخیمه؟ مگه نگفتی طوریش نیست؟ من چه میدونم سرحات، مگه دکترم که از قیافه بچه بفهمم چه مرگشه؟ سلام، تعطیله؟ به تو چه؟ تو چرا آویزونه اینجایی همش؟ به سر جون خبریه؟ چی تو سرته؟ استاد یمان نیست. نه نیستش، باشم با تو کاری نداره. برو برو. خونش چی؟ همین دارو براست؟ به تو چه آقا جون، چی کار داری؟ خونه استاد یمان کجاست؟ چه خبره؟ خواستم یه چیزی بهش بگم، چند تا سوال داره، اگه بتونین آدرس خونش رو بدین. نمیتونم آقا، نمیفهمی؟ ها؟ برو برو به سلامت. کش کش. خودو نبینمت. خسته نباشین. قربونت، خوش اومدی. ممنونم. دنبال استاد یمان میگرده، میخواد اینجا کار کنه. سماق بمکه.
خب بابا کجاست؟ چی شده چرا ساکت این؟ بابا کجاست؟ حال گلش بد شده. چی؟ رفته بیمارستان. کجا؟ کدوم بیمارستان؟ سمت مالتپس، ساحل. مرادی تاکسی برام میگیری لطفاً؟ من میرسونمت بیمارستان. تو مسیرمه. ترافیک زیاده. موتورم دم دری. 5 دقیقه میرسونمت اونجا. کجایی زفر؟ بفرمایید تلفنتون. خیلی ممنون. اشغال؟ اگه بابات بپرسه چی میگی؟ تکرار کن ببینم. شک بازی کنیم، بعدش خودش رفت تو کمد قایم شد. آفرین، هیچ جا پیداش نکردیم، صداش هم در نیامد، فهمیدی؟ چیزی خوردین شما ها؟ نه هیچ. تو یخچال دلمه هست، برای خودت و برادرت گرم کن بخورین. باشه دخترم. آفرین، من و بابات هم دیر نمی کنیم، میاییم فعلا. ای بابا اشغاله. شماره خونم اشغاله؟ نگران شدم، مطمئنم یه چیزی شده، مطمئن. فوری هول نکن، چی قراره بشه؟ چیزی نیست، نگران نباش. سریع‌تر صحبتتون رو بکنی. تا کی باید صبر کنی؟ باشه سرکار، سریع یه زنگ دیگه. سریع. محکم بشین، سرعت میگیریم. استاد من تو ترافیکم، 5 دقیقه دیگه اونجام. شما کجایی؟ استاد ما هم منتظریم جلوی ICU نشستیم. گونش چطوره؟ خوبه؟ والا به خدا منم چیزی نمیدونم، آخه به ما چیزی نمیگن. حالا خدا خیرش بده، یه خانم دکتر اومد رفت پیشش، الان بالا سرش نشسته. خب فرات کجاست؟ داداش نیست استاد، پیداش نمی کنم، هرچی زنگ می زنم هم گوشیش خاموشه. خیلی خوب، من دیگه رسیدم. گنش تو اینجا چی کار می کنی؟ بابا نسلی تو پیش این چی کار می کنی؟ بابا من رفتم سالن تو رو ببینم، ولی بچه ها گفتن که اومدی بیمارستان. خب این پسره؟ منم درست همون موقع اونجا بودم، عمم این بیمارستان کار میکنه. وقتی شنیدم حال بچه بد شده گفتم برسونمش. باشه بعدن حرف میزنیم. بیا را بیافت. حرفاتو خوندم. اونجا فقط چیزی که خودت خواستی نوشتی. حالا چیزی که ما میخواییم بشنویم و میگی. بابا بابام کجاست؟ بابات یکم دیگه میرسه، اما تو نیومده پیشت میمونم. باشه؟ من بابامو میخوام. بابام بیا. گونش چی شده عزیزم؟ خیلی نگرانت شدی. و شازده
ما اومدیم. حالت خوب میشه، نگران نباش. بابام کجاست؟ بابات یکم دیگه میرسه عزیزم. تو بگیر بخواب، وقتی بابات اومد بیدارت میکنم، خوبه؟ قول بده. قول میدم. حالا دیگه چشاتو ببند عزیزم. ببند. آره. یه لحظه با من میای؟ بله. بفرمایید. قفقاز، قفقاز، اون کجاست؟ کی؟ ها، فراتو میگی؟ بله، کجاست؟ یکم کار داره، ولی میاد. کار داره یعنی چی؟ کارش مهمتر از پسرشه خانوم. نمیبینین؟ بچه سراغشو میگیره. خودت نمیبینی؟ اونا حتی یه لحظه هم نمیتونن از همدیگه دور بشن. در ضمن گنش میشه باباش جاش خیلی هم خوبه. که اینطور؟ خب پس چرا الان باباش نیست خانوم؟ باباش نیست ولی ما که هستیم خانوم، مگه کافی نیست؟ نمیدونم، شما بگی. وضعیت بچه رو دیدین. به نظرتون بودن شما کافیه؟ خانم دکتر، ببین، نه گنش تنهاست نه قفقاز. لطف کن دست از سر قفقاز بردار. من بارها افتادن اونو دیدم، اما تا حالا ندیدم که بیفته و بلند نشه. این سری اونی که افتاده اون نیست. دیگه قدرت بلند کردن این طفل معصومم نداره اون قفقاز عزیزتون. چشماتونو باز کنین. باشه باشه، حق با شماست. اونی که میتونه گونشو بلند کنه شما این نه قفقاز. اما به نظرم این بحثو کشش نریم. شما کارتون انجام بدین. سر پدری نکردن قفقاز بعدن حرف میزنی. باشه خانم دکتر. استاد یمان، اون خانم دکتر که پای تلفن بهتون گفتم همین خانم بود. خدا خیرش بده، خیلی کمکمون کرد، ولی من واقعا نفهمیدم چرا اینجوری حرف زد. نمیدونم، ممکنه به خاطر این باشه که داداش اونو تو رین کشته بود. داداشم؟ ای داد بیداد. وسط استانبول مبارزه قفسی را انداختن، اون هم آدم اونجا جمع کردن. با این کار چند میلیون در آوردن کار کوچیکی نیست. معلومه که پشت این برنامه‌ها یه شبکه خیلی قوی هست. معمولاً بالا سر همچین برنامه‌های ورزشکارا و بوکسرای قدیمی حضور دارن. بوکسرای بازنشسته. فکر کنم وضعیت واسه تو خیلی ناراحت کننده است، نه؟ منظورم اینه که اگه فکر کنن با این شبکه در ارتباطی، به این راحتی ها زندان در نمیان. هم زندگی خودت هم پسرت حیف میشه. فقط یه بار مبارزه میکردم، پول لازم داشتم. بار اول آخرم بود. حالا هم هر حرفی داری سری بگو. مطمئن، منو قانع کردی. اما قانع شدن من کافی نیست. باید کسایی باشن که این حرفاتو تایید کنن و به نفعت توی دادگاه شهادت بدن، وگرنه قانون حرف میزنه. میسوزی، هم خودت هم پسرت. اینطوری خیلی بد میشه، درست نمیگم؟ تو چی میخوای؟ پسرتو. ببینید جناب، این مرد یه بوکسر حرفه‌ایه، فرات بلوک پاشیه، لقب داره، کمربند قهرمانی داره. منم مربیش هستم. ما کاری تو اون باطلاق نداریم، شبکه مبکم نداریم. وضعیت پسرشو که بهتون گفتم. پول لازم بود، مجبور شدیم این کار کنیم. اولین بارتونه. دقیقا. قبلا از این مبارزه قفسی خبر نداشتین؟ نه. کلنم درگیر هیچی نشدی، آره؟ آره. ببین زفر، بی خود وقتمو نگیر. هر کی آوردیم بازجویی ماشاءالله به بسم الله اسم تو رو آورد. نکنه تو دید اول با اینا صمیمی شدی؟ حالا مثل آدم بگو ببینم، وارد این کار شدی یا نشدی؟ شدم. داری انتقام نجدت صوفی و اینطوری میگیری؟
هدفمون انتقام نیست، وگرنه خیلی راحت تر از اینا بود. ما فقط میخواییم پسرتو نجات بدیم، اما تا تو پیششی نمیشه قفقاز. خودتو بذار جای سونا. میخواد پسرتو نجات بده، بهش زندگی بده، اما وقتی به تو نگاه میکنه فقط یاد مرگ میافته. مرگ برادرش. از بچه فاصله بگیر. شما از پسرم فاصله بگیرین، همه تون. دو راه هست قفقاز. ما فاصله بگیریم بچه میمیره. اگه تو فاصله بگیری بچه چی از دست میده؟ یکی دو روز غصه میخوره، فوق فوقش یکی دو هفته، بعدش عادت میکنه، اما زنده میمونه. به نظرم بهش فکر کن. فکر کردی میتونی منو از پسرم جدا کنی؟ تو انتخاب کن، یا مرگ یا زندگی. پسرم زنده میمونه. اینطوری؟ با مبارزه های غیرقانونی اون چندرغازا میخوای پسرتو نجات بدی؟ نجاتش که سهله، از من میشنوی تو باطلاق گیر کردی قفقاز. هرچی دست و پا میزنی بیشتر میری تو قفقاز. بچه رو ول کن. گوش کن، از پسرم فاصله بگیر، وگرنه خفت میکنم. آره میتونی، مشت راستت معروفه، اگه میخوای بزن. با صورت کبود از اینجا برم بیرون، با لباسای پاره پوره و لب و دهن خونی و پاهای لرزون برم پیش پلیس. آره؟ بعد ببینم باز روی پسرتو میبینی یا نه. بزن دیگه. تا صبح خوب فکر کن، این آخرین فرصتته. بچه بدون تو حالش بهتره قفقاز، بذار زنده بمونه. برای شرط بندی رفتم، نه مبارزه کردم نه آدم بردم، فقط شرط و پول. شرط بندی میکردم. بس کن زفر، حتما این وسط ها مبارزه رم برده که بیشتر گیرت بیاد. اونا رم بگو. یکی دو بار. فراتو چند بار بردی اونجا؟ همچین چیزی نیست، فراتو من نبردم، فقط رفتم تنها نباشه، چون رفیقمه پیشش بودم. متوجه شدی؟ وضعیت بچه‌شو که بهتون گفتم، اون یه سر و سوزن به این کارا ارتباط نداره، به خاطر پول اومده بود اونجا. باید قسم بخورم؟ قسم میخورم اون اهل اونجا نیستش. باشه، معلوم میشه زفر گونالتای. بابا برا توست خریدم. نه نمیخوام. نمیخوام یعنی چی؟ چند ساعت هیچی نخوردی. بذار تو کیفت. لسلی بچه چطوره؟ خوب میشه، نگران نباش. خب از داداشت اینا خبری نداری؟ نه، حتی با سلوی هم حرف زدم، اونم گفت هیچی نمیدونه، فقط گفت که به منم خبر بدین. شبکه یه مبارزات غیرقانونی سرکوب شد. تلویزیون زیاد کن. در عملیات شب گذشته شبکه‌ای که مبارزات غیرقانونی برگزار می‌کرد سرکوب شد. در بین بازداشتی‌ها بوکسر سابق ترکیه فرات بولوکباشی ملقب به قفقاز هم بود. بوکسری که با مسابقه آخرش که در این عقص کمر قهرمانی باعث مرگ رقیبش شده بود در خاطره‌ها ثبت شده. کرم، جیگر مادر بزرگ، اون گوشی رو بذار کنار، غذاتو بخور. با تو هم کرم، غذات بازداشت شده. چی؟ کی بازداشت شده؟ قفقازو گرفتن. خیلی خوبه، به مجازاتش رسید، حقشه. خیلی خوب، بگو ببینم چی کار کرده، به کی صدمه زده.
این اتفاق براش یه پوان منفیه. با بازرس تماس میگیریم، فیلم بازداشتش رو میگیریم. اینم هست، گزارش بیمارستان. گونش رو دیشب آوردن اورژانس، بستریش کردیم. باباش تا صبح دیدن پسرش نیومد. فهمیدم. دیروزم یه خبر بهمون رسید. نمیدونم تا چه حد درسته، اما یکی از نزدیکاش اعلام کرده میخواد شهادت بده که پدر از نظر مادی و معنوی قدرت رسیدگی به بچه رو نداره و بهش بی‌توجهی میکنه. نزدیکاش؟ خب طرف کیه؟ متاسفانه نمیخواد اسمی ازش برده بشه. فهمیدم. چون با فرات بلوک باشی آشناست، طبیعیه که بترسه و نخواد اسمش فاش بشه. خب روالش چقدر طول میکشه؟ با وضعیتی که پیش اومده طول نمیکشه. با یه دادگاه غیابی یکی دو روزه بچه میره تحت حمایت دولت. فرات بلوک باشی، چی شد؟ آزادم؟ تصمیم این با آقای بازرسه. ظفر گونالت های چی؟ طبقه پایین. فرات بلوک باشی؟ ظفر گونالت های فعلا آزادین. چون تا حالا سابقه کیفری نداشتین، تا زمان دادگاه میتونین بیرون باشین. خب دادگاه چه روزی هستش؟ اونشو نمیدونم، حکمش میاد به آدرستون. باشه. ظفر گوشیم خاموشه. گوشی تو میدی زنگ به گونش بزنم لطفا. اینم خاموشه. ای بابا، اون مردی که کادو و پوست سرشو قلفتی میکنم، اون چه گناهی داره؟ هنوز تو خوابی داشتم، وقتی تو قفس بودی زنگ زد لو مونداد، خودشم جیم شد رفت. مردی که نامرد، کلی هم از همون اکس مکس گرفتن، زایه شدیم رفت. ولش کن. بابا چیزه، اونجا یه سوء تفاهمی شده. فقط مونده بود همین یه کار ازت ببینم. تا دیگه چجور بچه هستی؟ خوب گذاشتی کف دستم. اون تقصیری نداشت استاد، تقصیر من بود. همش تقصیر من قفقاز. بله، یه مش آدم بی مصرف رو گذاشتم روی سرم، آدم حسابشون کردم. اینم تاوان حماقتمه. اما از این به بعد به اونی که حقش اهمیت میدم. این دیگه چه ریختیه؟ انگار سر مبارزه است، بگیر اینو بپوش. اما درباره تو قفقازان، هر بار پاتو کج گذاشتی تا خرخره تو گلگیر کردی. تقاصشم پسر بیچاره داره پس میده. گونش تو بیمارستانه، میدونی؟ چی میگی استاد؟ بیمارستان چرا؟ خوبه؟ استاد گونش خوبه؟ بله خوبه. آروم باش، آروم آروم. نه ترس، دیشب خونه یه عموش حالش بد شده بود، بردنش بیمارستان تو مالتپه سمت ساحل. صبر کن ظفر. دستمو ول کن بابا. بگیر. مجلا کجاست؟ چیزه، بچه ها رو به یکی از دوستامون سپردیم رفت بهشون سر بزنه. گونش کجاست؟ چطوره؟ خوبه؟ خوبه، توی اتاقشه، صبونش هم خورده. اصلا نگران نباش، حالش خوبه داداش، نگران نباش. سرهاد، پسر چی شده؟ چرا اینطوری شده؟ داداش بعد اینکه من از خونه رفتم بیرون، مجلا 10 دقیقه تا بقالی رفته و برگشته. بچه‌هام تو خونه داشتن با هم بازی می‌کردن، گونش تو کمد قایم شده بود. بچه‌ها هر چی دنبالش گشتن پیداش نکردن. در کمدم قفل شده بود. نفس نتونسته بکشه. اونجا بیهوش شده. بیداد. باشه سارات، آروم باش. خیلی شرمنده داداش. به خدا خیلی شرمنده. خیلی خوب سارات، آروم باش. گریه نکن، طوری نیست. خوب میشه، آروم باش. اتاقش کجاست؟ اونجاست.
تو از اینجا برو بیرون. پشو برو بیرون از اینجا. برو. ها سلوی. یهو چیت شد قهرمان من. چیت شد پسر گلم. بابا جان. بابا گنش. گنش خان بابا کل روز خوابیدی؟ چه خبرته؟ تنبل شدی؟ بابا کجا بودی؟ چرا نیومدی؟ اینجا مشقم اومدم دیگه. خبر نداشتم. باور کن خبر نداشتم وگرنه زود می اومدم. فکر کردم منو ول کردی. منم همش خوابیدم که وقتی تو اومدی پاشم. خب دیگه ببین من اینجام پسرم. اومدم اومدم پیشت عزیزم. هیچ وقتم ولت نمی کنم. همیشه پیشت میمونم. گنش جون یکم دیگه مرخصت میکنیم. منم اومدم خداحافظی. اما تو اولین فرصت دوباره میبینمت. چند لحظه با من میای؟ برای چی؟ بیرون لطفا. بابا تو رو خدا نرو. نه ترس عشقم نمیرم پیشتم. خانم دکتر با هم کار داره. زود برمیگردم باشه؟ بابا نرو. عشقم ما همین جاییم. نگران نباش. همین پشت. همین پشت با هم حرف میزنیم. باشه عشقم؟ الان برمیگردم. اومدم هم یه شکلات واسط میگیرم. نسلی جان دو دقیقه میری پیش گنش تنها نباشه. اگه تو کیفت شکلات داری بهش بده لطفا. هیچ معلومه چی کار میکنی؟ منظورت چیه؟ اون بچه مریضه. به تو احتیاج داره. اما تو حتی به اندازه یه بچه سالم هم بهش توجهی نداری. خانم تو منو نمیشناسی. نه رابطه همو با پسرم میدونی نه زندگیمونو. نه اینکه چقدر با هم خوشبخت هستی. تو منو مسخره کردی؟ بچه رو دیروز آوردن اورژانس. خب تو کجا بودی ها؟ چرا نبودی؟ من بگم چون بازداشتگاه بودی. خب برای چی؟ چون به خاطر پول تو قفس مبارزه کردی. اینجوری میخوای به بچت برسی ها؟ اینطوری پدری میکنی؟ بس دیگه. هیچ جا نمیری. حرفم تموم نشده. اون بچه رو از دستت نجات میدم. انتقام داداشتو میگیری آره؟ به لطف تو گذشته رو سرمون خراب شد. من دنبال آینده. گنش لیاقتش خیلی بالاتر از توه. هر کاری لازم باشه میکنم که نجاتش بدم. تو دیگه کی هستی؟ به پسرم چی کار داری؟ ببین از پسرم فاصله میگیریم. هم تو همون نامزد بی شخصیتت که تهدید کرد. از تهدیدهای هیچ کدومتون نمیترسم. منظور چیه نمیفهمم. چه تهدیدی؟ آها نفهمیدی. نمیدونی آره؟ دیروز نامزدت اومد پیش من. اومده بود معامله کنه. گفت پسرمو بگیر آزادیمو بده وگرنه هر کاری میکنه که منو بندازه زندان. برای همینم ادای دکترای دلسوز و با وجدان واسم در نیار. میدونم به خاطر انتقام داداشت واسم تله گذاشتی. میدونم. اما یه چیزیو بگم خانم دکتر. موفق نمیشی. فهمیدی؟ پسرمو به شما نمیدم. به قیمت جونم هم تموم شده. تا آخرین قطره خونم از پسرم محافظت میکنم. چیه عشقت گل کرده؟ خدا رو شکر که صحیح و سالم دیدمت. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. تا تو رو نگیرم و بچه همو ندی بغلم دوم به تله اسرائیل نمیدم. عمرن. ببین تا من نمردم بلایی سرت نمیاد. فهمیدی؟ آخه چه حرفی میزنی عزیزم؟ وقتی دیدم اونجوری به دست دست بند زدن و میبرنت نفسم داشت بند میومد. خیلی ترسیدی؟ چی خیال کردی زفر؟ نه ترس. جای هیچ نگرانی نیست. امسال دیگه میگیرمت. نه ترس. پس چی؟ بزن بریم. چطوری کادو؟ وا
والا بدک نیستیم، میدونی که آقا تانسل کفتر ما هم بازداشت شده دیگه، نکنه اونجا بلبل بشه. چه فرقی داره؟ دیگه از زندگیمون پاک میشه. کفتر توفتاره تو قفس دیگه درم نمیاد، خیالت راحت. تو چی کار کردی؟ به شک نکردن که؟ نه، طرفای ما مشکلی نی، اما بازم یه سر سالون میرم، یه سر و گوشی آب میدم. آقا با فراتم حرف بزن، به هر قیمتی شده رازش کن بچه رو بده و بره. خیالت راحت آقا تانسل، اونش با من، فقط کاسبیمون خوابید دیگه. خودت وضعیتو میدونی قربونت، با یه چندرگ از حقوق چطور سر کنیم آقا؟ کاسبی طوریش نشده، فقط یکم فاصله میدین، همین، به کارت برس. پس ما دیگه مرخص شیم. موجلا خیر باشه، تاکسی گرفتی؟ چی شده لاتاری برنده شدی ما نمیدونیم؟ ای بابا سرحات از صبح دارم میدوام این ور اون ور، پدرم در اومده با اتوبوس میرفتم، تو هم فوری قور بزنه. آخه گفتی میری خونه سلما، اینا اونجا هم که نرفتی. سرحات تو ازم بازجویی میکنی؟ آره نمیتونم جایی کار داشته باشم. ای بابا همش این ور اون. اولش کن حالا، گنش چطوره؟ فکرم پیش اون بود، گنشم خوبه. خوبه خدا رو شکر، یکم بعد مرخص میشه. خوبه. چیزه داداش فرات اومده یا نه؟ آره اونم اومد خدا رو شکر. خوبه. موجلا ببین قربونت برم، باز نکنه یه کلک ملکی تو کارته. چی داری میگی سرحات ها؟ پرسیدم داداش اومده یا نه، گفتی آره. بچه هم که مرخص میشه، حالش خوبه، خوشحال شدم، مگه چیه ها؟ عجب گیری کردی ما، حسابمو خورد کردی وسط بیمارستان دارم داد میزنم. داد نزن، نمک نشناس. از صبح همینطوری دارم میدوام این ور اون ور، میدونی چی کشیدم؟ برو از کافه برام آب بگیر، توست اینا بگیر، زبونم چسبیده به سقف دهنم، پدرم در اومد. سرحات آخ یو حواس توست سوجوکی کردم، بی زحمت بگو دوتا توست سوجوکی درست کنم با یه نوشابه، دست درد نکنه. برو. خیلی ممنون. الو داداش اومدی؟ میخواستم بهت بگم که داداش جون من الان دم در ورودی بیمارستانم، اگه وقت داری 5 دقیقه میای پیشم، یه کاری باهات داشتم عزیزم. برای همین نتونستم خبر بدم، تا صبح تو بازداشتگاه نگهمون داشتن. صبحم بازرس اومد، بازجویی، کلی دنگ و فنگ، فعلا تا دادگاه آزادی. نکنه بعدش تو درد سر بیفتی زفر؟ نه فدات شه، درد سر چرا؟ آخه مگه من رئیس شبکه‌ام؟ میدونی به خاطر قفقاز رفتم. معلومه که میدونم، اما خوب تو تا مجبور نشی اونجور جاها نمیری، میدونم زفر. خب تونستیم پول جور کنی؟ پولی در کار نیست. ای بابا رفتیم دست از پا دراستر برگشتیم، یعنی اگه 100 تا تبرد آسمون بیاد و 99 تاش میخوره تو سرمون، یکیش هم وای میسه تو موقع مناسب بخوره تو سرمون. باشه ولی بازم کفر نگو. والا نمیدونم چی کار کنیم. من اینو برای روز مبادا، بابا رو که میشناسی. عشقم صبر کن بذار حرفمو بزنم. ریز ریز پول میذاشتم کنار، گفتم شاید لازم شه تو عروسی بندازی گردنم، برای اون روز گذاشته بودم. اما وسط این همه دردسر و ناراحتی کی میخواد عروسی بگیره؟ میدونی باید چی کار کنی زفر؟ تو اینو بگیر زفر، دستتو باز کن، لج نکن زفر، دستتو باز کن، اینو بده قفقاز. باشه اینطوری بهتره. بیا بشین داداش جون، بیا. داداش خوبی؟ آره خوبم. آی
آخ آخ داداش، خودت که میدونی از اون بقالی تا خونه ما همش 2 دقیقه راهه. اگه میدونستم اینطوری میشه غلط بکنم بچه رو ول میکردم و برم. باشه مجلا، حرفشو نزنیم، کاریه که شده دیگه. آی ای وای گونشم، قربونش برم، سر بازی اصرار که میرم تو کمد. اتفاقا توپراکم بهش گفته در کمد یهو چف میشه، اون تو میمونی ها، ولی جوجه گوش نکرده، بچه‌ست دیگه. آی خدای من. ببین مجلا، با سرهات هم حرف زدم، ولش کن، خودتو اذیت نکن دیگه، ازش حرف نزنیم، تمومش کن. باشه داداش، منم تو تلویزیون دیدم چه خبر بوده، تو حالت خوبه؟ مشکلی نیست. آی داداش جون، چون پول لازم بودی اون مبارزه رو رفته بودی نه؟ تو چرا پیش مجلا نیومدی؟ تو منو داری، ما یه خانواده ایم دیگه. چیزه، من گوشه کنارا یکم پس انداز داشتم داداش، به زور و بلا جمع کرده بودم، حتی سرخاتم خبر نداره. اینا شاید همه را جواب نده، ولی یه 30,000 تایی توش هست. درد تو دوا نمی کنه، اما یکم سبکتر میشی. رفتی مرده رو تهدید کردی؟ چطور این کارو کردی؟ تهدیدی در کار نبود، فقط گفتم دست از سر بچه برداره، همین. واقعیت ها رو بهش گفتم، تا وقتی پیش بچه باشه بهش صدمه میزنه، دروغه؟ بهش گفتی حضانت رو بده از زندان بیاریش بیرون تانسه، واقعا همچین حرفی زدی؟ من فقط به فکر اون پسر بچه هم، میخوام تا دیر نشده زودتر درمان شروع شه. یعنی باهاش معامله کردی؟ گفتم که به خاطر بچه. عذرت بدتر از گناهه، مردی که امروز پر رو برگشته به هم میگه دارین اینطوری انتقام داداشتو ازم میگیری، برام تله گذاشتین، باورت میشه؟ فکر کرده عمدن کاری کردین بیفته زندان؟ بذار هرچی میخواد فکر کنه، چه اهمیتی داره آخه؟ احساس من مهمه، نه فکری که اون میکنه. تانسل، اگه اینطوری ادامه بدی میشیم یکی مثل اون مرتی که چه راحتم برگشتی میگی رفتم باهاش حرف زدم. خب حق داره فکر کنه ما براش تله گذاشتیم، مگه ما انداختیمش زندان که مادرش بیاری؟ چرا نگو سونا، مگه من گفتم غیر قانونی برو توی قفس مبارزه کن؟ نمیدونم، میری آدم‌ها رو تهدید میکنی، معامله میکنی، از کجا مطمئن بشم؟ تو منو نمیشناسی سونا؟ نه خیر، شک دارم. لطفاً بزن کنار تانسل. سونا آخه اینجا پیاده میشه که چی بشه؟ تانسل خواهش میکنم نگه دار، در رو باز کن. سونا خواهش میکنم، من فقط میخواستم کمکت کنم، همین. این کمک نیست. ببین تانسل، ما همیشه طرفدار حقیم، اینو هیچ وقت یادت نره، حتی یه لحظه هم فراموش نکن. تاکسی. سونا. تانسل خیلی خستم، بعدن حرف میزنیم. راستش مجلا، من شوکه شدم واقعا، خیلی ازت ممنونم مجلا. این چه حرفیه داداش جون، گفتم که ما یه خانواده ایم، اینم همینجوری یه گوشه مونده بود دیگه. منم گفتم تو این روزا خیلی پول لازمی، دکور نمونه به یه زخمی بخوره. واقعا؟ اما ببین قرض میگیرم، باشه، من یه جوری اینو پسش میدم. این چه حرفیه داداش جونم، این راستش خیلی دلم میخواست بگم مهم نیست، ولی خب وضعیت ما رو هم که میدونی عزیزم. داداش تو رو خدا یه وقت سوء تفاهم نشه ها، به خدا این تنها پس اندازیه که تونستم جمع کنم، مال آینده بچه هاست، وگرنه به خدا نمیذاشتم پس بدی داداش، به خدا نمیذاشتم. اما خب چاره ای نیست، ولی خب هزینه بیمارستانت که هست، عمل شدن گنشم هست، یکم طول میکشه خودتو جمع و جور کنی داداش. آره خب راستش حق با توه مجلا، من نمیتونم تو مدت کوتاه بهت برگردونم. آره لازم نیست برگردونی داداشم، اینجوری بگم که من یه پیشنهاد دارم، مثلا خونه تو آرتمنتون بود، اون سه دونگی که به اسم توه تو دفتر خونه به اسم من بزنی، اینطوری نه قرض میمونه نه دینی، هم تو شبا با خیال راحت میخوابی، هم من داداش.
مشکلی هم پیش نمیاد. اگه قبول کنی زود بریم دفترخونه کارشو بکنیم ها؟ یه دونه امضا. ای بابا چقدر نازنازیه، آدم یه جواب میده دیگه. ولش کن، حالا که پولو گرفته رفته یعنی بله دیگه قبول کرده. ای بابا مونده آشم بود؟ ها این چیه سرهات؟ یکی گرفتی؟ آره آخه چه میدونم، بیا اینم نوشابه. سرهاد بهت نگفتم سوجوکی باشه؟ نبود دیگه عزیزم، همین بود اینو گرفتم. بیا. خشک خشک. پنیرم نریختن توش، این درش بازه؟ آره. نه بابا، این وضع کمه. بابا تو چطور گذاشتی اون نسلی با اون پسر لات آسمون جل تک و تنها اون وقت شب بره بیرون ها؟ استاد مرادم پیشم بود، اونو چرا تنبیه نمی کنی؟ اونم تنبیه می کنم، یکی یکی سب کن. من که شما اون پسره رو می شناسین، چی کار هست؟ چه جور آدمیه؟ ها؟ چطور گذاشتین آخه؟ استاد والا به خدا ما سعی کردیم جلشو بگیریم. ساکت، سب کن، جارو عوض کن، نوبت توه، تو برو بشی. ها حالا تو ببین تا جلوی سالن می بری، فهمیدی؟ شروع کن، زود باش، شروع کن، زود باش. بیا بیا. استاد خیر باشه، چیکار میکنی؟ به امانت خیانت کردن، تنبیه شدن. خدا بهتون رحم کنه. من بارشم داداش کاری نکردم، مجنونی محله رو دور زدم. آرو کادو جون دیروز کجا بودی؟ چرا؟ چطور مگه؟ کادو استاد والا به خدا هیچی خبر نرم، چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ بابا یه چیزی بگین دیگه، خبری شده؟ مبارزه تو قفس بوده، تخصص تو. حرف نباشه، ساکت. آرا برو بکش تا جلوی ساختمون، سری بکش، سری تر. استاد به جون خودم من اهل قفس مفس نیستم، از وقتی تو حمایتم کردی از دم درشونم رد نشدم، باور کن استاد. استاد معلوم میشه. استاد زفر و فراد تو سالون هن؟ یکم نون بده ببینم. قول بده، قول بده، زود باش. نخوندین